عزیزه، اگه امیدو ندزدیده بودن تو رو زنده زنده میسوزون داره؟ جهان میدونی چی داری میگی؟ اگه فردا امید پیداش بشه چی؟ عزیزه باز میخواد چی کار کنه؟ هیچی عزیزه، هر کاری که میخواد بکنه. بابام پشتم خندان، برای من جونشو میده، اجازه نمیده من چیزی بشه. میدونستی برای نجات من جلوی اون عایشه‌ای که عاشقش بود وایساد؟ مگه تو چجوری فکر میکردی؟ چیو نمیتونستی قبول کنی؟ میتونی بین یاران و آزاد فرق بذاری؟ مگه به خاطر یاران نمیخواستی قاتل بشی؟ بابا من اندازه‌ی داداشم دوست داشته. حق با تو. من اونقدر به داداشم حسودی کردم که نتونستم واقعیتو ببینم. کاش لازم نبود برای دونستن حقیقت خزر رو از دست بدم. دلم واسه داداشم تنگ شده، از فکرم بیرون نمیره، واسه همه چی پشیمونم. کاش بالا سرمون بود، کنارمون بود، اینجوری دستشو میذاش روی شونه من و هم میگفت جهان پسر، با بابا ما داداشم شونه به شونه یه هم بودیم. ولی میران و ریحان دیگه امانتی های داداشم من دست منه. دیگه سایم همیشه رو سرشونه، چه بخوان چه نخوان. چون اگه خزرم بود این کارو میکرد. اگه چیزیت هم نمیشد این کارو میکرد. مگه واسه محافظت از تو و یاران نرفت زیر خاک؟ باشو بریم پیش ریحان، بیرونمونم کرد نریم. باشه؟ باشه. پسرم کجاست؟ ریحان گفتن میران میارتش، گفتن پسر تو میاره، تو نرو منتظر بمون، بچه تو خطر ننداز، میران پسر تو میاره. بس امید کو، فقط یه شب، قول میدم فردا پسرمون پیشمونه. چه یه شبی؟ این یه شب واسه من هزار شبه. تو چجوری میذاری پسرم خونه یکی دیگه بمونه؟ چجوری اجازه میدی از پدر و مادرش جدا بمونه؟ چجوری میدی تو به آتیش نمیکشی؟ چجوری به آتیش نمیکشی مردی که من میشناختم زمین و آسمونه یکی میکرد پسرم و برام میابر؟ پسرم کجاست؟ جواب بده میران، جواب منو بده. تو که میدونی دست کیه رفتی در خونش رو زدی، خب چرا دست خالی برگشتی؟ چون اینجوری به صلاح امید بود. جون اون زنو ازش میگیرم ولی از بچم نمیگذرم. ولم ریحان، ولم کن برم. ریحان، ریحان به خاک بابام قسم میخورم فردا امید پیشمونه. من میرم امیدم. التماست میکنم بایستا، بهت قول میدم فردا امید تو بغلت میخوابه، فقط یه شب. باشه؟ میگیرمش. نکن بابا. بابا تو رو خدا بذار برم بچه‌مو بگیرم، ولم کنی. دخترم مجبوریم صبر کنیم. شما جفتتو دیوونه شدی. آقا من چجوری صبر کنم؟ ریحان برای بار آخر بهم اعتماد کن. فردا امید تو دستات میخوابه. برای بار آخر بهم اعتماد کن. از کجا معلوم بده؟
از کجا معلومه بده؟ اگه بخواد بده چرا باید پسرمو بدوسته؟ چرا دزدیده پسرمو؟ حرف میران حرف منم هست. بابا من میخوام بدونم حالش خوبه یا نه. خوبه خوبه، ریحان پسرمون خوبه. بگیر بگیر اینو ببین. ببین عکس دارم ازش، بگیر ببین. پسرم خوشبو، خوشبوی مامان، مامان قربونت برم، بیا پیشم بخواب، نه ترس. اینجا رو عمارت شادوغلو یه زمانی پر بودی ها. میارمش عشقم، میارمش. فردا امید با ما تو خونمونه. تو خونمون، خونمون که توش نبودی. آره خونمون که توش نبودی. اگه توی خونه بودی امید الان اینجا خوابیده بود. اینجا خونه است، اینجا خونه است. اگه خونه است پس من چپ کو؟ اگه اینجا خونمونه پس پسر من کجاست؟ کجاست پسر من؟ کجاست پسرم؟ کو کجاست؟ ریحان جایی که پسرم نیست خونه است، خونه است. ریحان تو رو خدا بیا ولم کن، امید نباشه. اینا هیچ معنی نداره. وایسا نکن، وایسا نکن. ریحان ریحان ولم کن، پسرم نیست. تو حتی ارزه نداشتی بچه تو خونه خودت نگه داری. ارزه نداشتی، همش میگی من به تو همه چی یاد دادم، من نتونستم یادت بدم که از انتخاب دست بکشی. برو 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 بچه همو بیا، بدون اونم نیا. تا وقتی که بچه همو نگه وردی به همه چی نگو، به همه چی نگو. ریحان وای بیبی، اندازه غمت از چیزی که فکر میکردم هم بیشتره. اگه بخوام میتونم غمتو از بین ببرم، ولی نمیبرم. جای بچه تو بهت نمیگم ریحان خانوم. به زخمایی که زدی در من سوختم، حالا نوبت توه. آیه اینم داره به خودش حرف مامان. زن از پایین نمیدیدمت، نفهمیدم اومدی. کی اومدی تو؟ یکم پیش. چرا اومدی اینجا؟ اینجا؟ من چیزه حالت هوا داشتم، گفتم هوا بخورم بعدن بیام ببینمتون. باشه خیلی خوب، من اون باباتم داریم میریم یکم پیش ریحان، اگه میمونی بعدش میبینم. باشه دخترم. نه تو رو دیدم، دمه درم یه سر به بابا میزنم بعد برمیگردم. میدونی که تیر کنم افسون جادوگر غور میزنه. آه عجب جادوگریه اون. یاران ها. بعد این همه اتفاقی که افتاده من اصلا دلم نمیخواد تو اونجا بمونی. برو خرت و پرتاتو جمع کن برگرد خونه. برو دخترم. مامان ببین بالاخره تو هم میفهمی اونجا خونه منه، من متعلق به اون خونم. بگذاری من برم زود بابا رو ببینم بعدم برم. باشه
ریحان، دخترم میتونیم بیایم تو؟ فردا همه چی تموم میشه. تو کار درست رو کردی. به خاطر پسرت. به خاطر پسرم. یه روز اومدی پیش من، اون موقع خیلی کوچیک بودی، گفتی من یه عمو میشه نصف بابا، ولی من متوجه نشدم. یعنی نصف بابای من پیش توه عمو. من اون روز نمیدونستم چه جوابی بهت بدم. ولی دیگه میدونم دخترم. آره ریحان، نصف بابات پیش منه دخترم. نصف قلب منم ریحان پیش باباته، باباته کارهایی که باهاتون کردم، باباته این که دیر به خودم اومدم. ازت معذرت میخوام ریحان، ببخش منو دخترم. از این به بعد آزاد هما یاران، هرچی برام هستن، تو و میرانم همونین. از این به بعد نخواینم کنارتون هستم. هر وقت به هم احتیاج داشتی بگی عمو، کافی دخترم. عمو تو بچه‌مو برام میاری؟ عمو قربونت برم، حتما عمو جون باشه دخترم. باشه حتما دخترم، نگران نباش، نگران نباش، نگران نباش دخترم. بچه تو برات میارم دخترم، بچه تو برات میارم، نگران نباش. بچه تو برات میارم، نگران نباش دخترم، نگران نباش. فردا که گونش خانم اومدن امارت، شما هم را میافتین. وقتی میران شد و بلو فکر میکنه میخواییم بچه رو بهش تحویل بدیم، شما هم میریم. هیچکی ردی از بچه پیدا نمیکنه. فهمیدم، باشه. پسر، زینب رو بردار بیاین اینجا. زینب پیش ریحان باشه، تو هم پیششون باشی، خیالم راحت تره. باشه، یکم دیگه من و بابا محفوظ میریم. در تماسیم. بابا. اونم اومدش. ریحان.
دخترم اصلا نترس، باشه؟ اصلا نترس. من و باباش با هم میریم و امیدو میگیریم و میایم. بهت قول میدم. منم میام. اجازه نمیدم ریحان. اجازه نخواستم. گفتم منم میام. ریحان تو کجا میای ها؟ ما نمیدونیم داریم کجا میریم. به من گوش نمیده، تو بگو بابا. درسته، منم راضی نیستم بیای. وقتی پسرم دست اون زن هست من چجوری منتظر بمونم؟ ریحان، مجبوری. به خاطر امید، به خاطر ما، به خاطر اینکه کارو سخت‌تر نکنی، مجبوری صبر کنی. لطفاً. چجوری اعتماد میکنی؟ به اون زنی که اعتماد میکنین از کجا معلوم پسرمو میخواد پس بده؟ ما به افسون اعتماد نمیکنیم. ما به خودمون اعتماد داریم. خواهش میکنم. آروم باش و منتظرمون بمون. منو ببین، تو چشم نگاه کن. بهت قول میدم پسرمونو میگیرم و میام. باور کن، امیدمونو میارم خونش. اگه پسرمونو نیاوردی خودت هم نیا. خدای رفتگان ببخش و بیامرز، 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 خدای رفتگان ببخش و بیامرز. آقا خزر، ببین کی اومده. برادر بی خیرت، همون که قدر نشناسه، ناآرومه، دیوونت اومده. آخه داداش، اینجا خوابیدن تو شان توه. آره؟ حالا من به کی گیر بدم؟ با کی دعوا کنم؟ به کی قر بزنم داداش؟ ها؟ چی مثل کوه پشتمه که بهش تکیه کنم؟ داداش میدونی به هم گفتن قاتل؟ گفتن تو خزر رو کشتی. حتی به هم اجازه ندادن رو قبرت خاک بریزم. تو برای نجات من مردی، حالا من چجوری با این عذاب وجدان زندگی کنم داداش؟ حالا بهت قول میدم اول نوتا به مامان باباش میرسونم، بعدشم دیگه بعدی نداره داداش. من دیگه از زندگی فقط یه چیز میخوام. میخوام زودتر بیام پیشت. خدا نکنه پسرم. خدا نکنه. زندگی کردن با داغ فرزند، پوشیدن پیراهنی از آتیشه. من اون پیراهنو یه بار پوشیدم، نمیخوام دوباره بپوشمش. وقتی دستور خدا باشه تو این قبر منو میذاری پایین. خدا نکنه. تو روم خاک میریزی. پسرا باباهاشونو دفن میکنن، نه بابا پسراشونو. بابا اینجا به من گفتی؟ پسرم، من اون حرفو از رو عصبانیت گفتم.
میدونم بابا، میدونم. یعنی دیگه من همه چی رو فهمیدم؟ اینم میدونم که برای نجات من چقدر تلاش میکنی. مگه میشه نکنم؟ پسرم تو جون منی، جیگر منی. تو فهمیدی، فهمیدی من داداشم رو نکشته بودم. فهمیدم پسرم، از اینجا فهمیدم. منو ببخش جان، منو ببخش. من دیگه به غیر از تو بال و پری ندارم پسرم. این دل مریض و سال خورده است، تحمل این درد زیاد نداره. قبل از مرگم منو ببخش پسرم. این چه حرفیه بابا؟ نگو خدا سایتی از سرموشم نکنه بابا. خب دیگه کارمون اینجا تمومه. بیشتر از چیزی که لازم بود و انجام دادم. بیرون انداختن عزیزه از عمارتی که میگفت خونمه کافی نبود. بی کس و کارش کردم. فقط ناسوح مونده، اونم جهانو که بکشه از دستش میده. اومدنمون خیلی پر سر و صدا بودا، رفتنمونم همین جوری باشه. امید چی کار میکنه؟ گونش خانم که بیان خانواده راه میافتن. امید شادوغلو تو این شهر نمیمونه. خیلی خوب، دیگه شادوغلوها تا عمر دارن تو حسرت بچهشون میسوزن، همون جوری که من سوختم. کبوترهای عاشق کجا میرن اینجوری؟ شیدا چایی گذاشته، با عمه صابونه نمیخوریم؟ خیلی کنجکاوم بدونم، بعد از این همه کاری که کردی چطوری میتونی اینجوری حرف بزنی؟ چطوری میتونی اینقدر فر رو باشی؟ با کی هستی تو؟ با منی؟ من در حق هیچکی ناحقی نکردم، به همه اونی که حقشونه رو دادم، به تو هم همینطور. بهت گفتم اصلان بی، ادامه دهنده ی نسلمونی، رئیس خونواده ای. وای گفتم ادامه دهنده ی نسلمون. دختر کی میخوای خبر نویه پسر رو به همون بدی؟ ادامه ی اصلان بیارو. خدایا صبر بده. چرا؟ میخواین بدوزینش؟ زر بی خود. اسم اصلان بی چقدر به آدم قدرت میده، میبینی دیگه؟ هم به خودش هم به شوهرش باید حدشون رو نشون میدادم، ولی کارمون زیاده. خالد باید بریم سر قرارمون، بریم به کارمون برسیم. ای وای ریحان خانم، هوا سرده، شما هم هیچی نپوشیدی؟ هیچی هم نخوردین؟ یکم سوپ بخوری؟ نمیخوام آسیه. دو تا قاشق. نمیخوام. تا وقتی بچم از این در صحیح و سالم نیاد تو خواب و غذا برام حرومه. باشه. ریحان خانم، یه خانمی اومده میخواد شما رو ببینه. حرفام مهمن، دو دقیقه بهم گوش بدین. باباتون مرد خیری بود، خدا بیامرزتش. بچه هام به لطف اون درس خوندن، به لطف اون تو خونه غذا خوردی. شما برای تسلیت اومد؟ راستش چون شنیدم بچه تونو دزدیدن اومدم. چیزی میدونی؟ بگو تو رو خدا، چیزی میدونی بگو. نمیدونم اونها یا نه،
ولی دیروز یه ماشین اومد روستا. چجوری بگم، آدمای زشت و خطرناک. یه بچه تو بغلشون بود. برام عجیب بود ولی پیشو نگرفتم. امروز که رفتم بازار یه دفعه موضوع بچه رو شنیدم. تو رو خود منو ببرم ریحان خانم. من یه زن تنهام، شوهرم 2 سال پیش عمرشو داد به شما، 3 تا یتیم دارم. اگه این آدم ها منو با تو ببینن چی؟ باشه تو آدرس بده بهم. آدرسو بده نیا. زود باش ماشینو بیاری. فرهاد ریحان چی شده؟ با این اصلا بریم تو راه میگم. بریم. اینجا کسی نیست؟ خیر باشه انشالله. قربان چی شده؟ خبری شده؟ یه گزارش جدید گرفتیم خندان خانم، میخواییم بگردیم. گزارش؟ چه گزارشی؟ گفته شده اسلحه‌ای که خزر شادوغلو رو باهاش زدن اینجاست. اسلحه‌ای که باهاش داداشمو زدن اینجا چی کار داره؟ بابا خیر باشه فرمانده. میگن اسلحه‌ای که باهاش داداشمو کشتن اینجاست بابا. این دیگه یعنی چی؟ قبلان گشتین که؟ به جان که برین دنبال قاتل میان اینجا. من اگه قاتل رو پیدا کنم که خودم مجازاتش میکنم. در ضمن این خونه آزاد داره. درسته که هی میان اینجا آخه؟ ناسوخان پرونده جدید باز کردیم. بفرمایین. اجازه گشتن ما. لطفاً کار ما رو سخت نکنید. کسی کار شما رو سخت نمیکنه. را میگم قاتل رو پیدا کنم مجازاتش میکنم، ولی وقتی شما دارین وقتتون رو اینجا تلف میکنین، قاتل بیرون راحت داره میگرده واسه خودش. قربان یه اسلحه پیدا کردم که قایم کرده بودم. اتاق مال کیه؟ خب اتاق ماست، ولی غیر ممکنه. شوهر من تبرئه شده، خودتونم میدونین. بابا شوهر من بیگناهه. خودشون الان کجا؟ نمیدونم ولی میاد. باشه اگه اومد خونه بگین حتما بیاد پاسگاه، ما هم داریم دنبالشون میگردیم. روز بخیر. روز بخیر. بابا امکان نداره، این غیر ممکنه. بابا نمیشه. باشه دخترم، یه کاسه زیر نیم کاسه است. باشه حلش میکنیم. بابا همچین چیزی چطور ممکنه؟ باشه. بابا کاری که گفتی رو کردم، گزارش دادم. یکم دیگه برای پیدا کردن اسلحه میرن امارت شادوغلو. والا تعجب کردم. میدونستی اصلا همچین انتظاری ازت نداشتم میران شادوغلو؟ عموی خودتو لو دادی. آره بچه باعث چه کارایی میشه مگه نه؟ نوبت توه، زود پسرمو به هم میدی. اینطوری حرف نزنیم دیگه. چون بچت هنوز دست منه. پرن امیدو به هم میدی. وگرنه خودم میکشم. میران وایسا، آروم باش. به حرف پدرزنت گوش بده. کارو سخت‌تر از این نکن. صبرمونو لبریز نکن. سر قولت بمون. باشه دیگه پسر، سر قولمم جوان مردونه. بذار پلیس بره اسلحه رو پیدا کنه. باشه. چی شد؟ باشه فهمیدم. چی شده؟ پلیس اسلحه رو پیدا کرده ولی آقا جهان فرار کرده. چی؟ ببینه این که نشد. جهان فرار کرده. امید کجاست؟ خیلی خوب، زنگ بزن بچه رو بیارم بهشون بدم. خودت هم میای. اونقدر میشناسمت که بدونم نباید بهت اعتماد کنم. چیه عزیزه ها؟ چی؟ نه توافقمون کنسل شد. چرا کنسل شد؟ از مامان بزرگت بپرس که چرا کنسل شد. آیسه یه لحظه ببینم چی شده؟ ببین دخترمو دزدیده برداشته برده، فهمیدی؟ اگه دخترم چیزیش بشه خودتون که هیچی، همه چیتونو نابود میکنم. افسون مامان بزرگ، مامان بزرگ، مامان بزرگ،
مامان بزرگ. تو هیچ فرقی با افسون نداری، جفتتون اینه همین، جفتتون دیوونه شدی. مجبور بودم این کارو بکنم، ببخش. میگی ببخشم اتاره؟ باشه باشه، من بخشیدم، ولی وقتی افسون به امید آسیب رسون به ریحانم همینو بگو. امید چیزیش نمیشه، ولت کردم افسونم امیدو ول میکنه. همیشه میگی من اینجوری سوختم اونجوری سوختم، عزیز اصلان بی، ولی تو خود آتیشی، مثل تموم اصلان بی، یا به هر چی دست میزنی میسوزونی. میران مامان بزرگ، تو فکر کردی چی کار کردی؟ چی کار کردم؟ تازه میگه چی کار کردم؟ همه چیو نابود کردی؟ داشتم پسرمو میگرفتم، با افسون توافق کرده بودم، دزدیدن آذر چی بود دیگه؟ میران بگو کجایی؟ ببین گوش بده، بگو کجایی؟ میران داره میاد، خدا رو شکر از این مسخره بازی نجات پیدا میکنی. مسخره بازی نیست، زندگی طفل دو روز است. فکر کردی افسون امیدو ول میکنه؟ یعنی چی؟ اگه میخوای به میران و ریحان کمک کنی با من میمونی، فقط با جون تو میتونیم جلوی افسون رو بگیریم. افسون گوش کن، دارم میرم پیش مامان بزرگم آذر رو بگیرم، یه وقت دیوونه بازی در نیاری. دخترم رو برام بیار میران، که بعدش بتونی پسر تو بگیری. اگه نیاری کل عمرت حسرت به دل یه تار موش میمونی. عزیزه، میدونه تفنگی که پسرشو کشته تو خونه جهان پیدا شده؟ نمیدونم خانم. بفهم، باشه؟ زنگ بزن به اون خانواده که بچه شادوغلوا رو بردن، بگو برگردن. نمیتونم دخترم رو دست اون عزیزه یه عوضی ول کنم. مطمئنین خانم؟ آخه گفته بودین دیگه بچه رو نمیبینم. باید از تو بپرسم مطمئنم یا نه مرتی که هرچی میگم انجام بده. آخ، هنوز امید دستمه. بزرگترین سلاح هم هنوز امیده. نمیتونین به دخترم آسیب بزنین شادوغلوا، نمیتونین. ریحان اینجا. وایسا در رو بیه تای کوچه. اینجاست، باز نمیشه فرهاد. وایسا ریحان، وایسا وایسا. خودت یه خودت پس نمایست. پسرم وای مامان، اینجا بوده پسرم، اینجا بوده. آروم باش، بردن. آروم باش، تو رو خدا آروم باش. مازم بچه ما بردن. داشته می اومدیم، یه ماشین داشت میرفت. چی میگی؟ چه ماشینی؟ چه رنگی بود؟ سفید بود، داشت میرفت پایین. ماشین سفید. ریحان من بر میگردم، آروم باش، خواهش میکنم. زینب از پیشش نرو. پسرم رو پیدا کن، تو رو خدا. مامان بزرگ، تو چجوری همچین کاری میکنی؟ چجوری زندگی بچه منو میندازی تو خطر؟ اتفاقا برعکس، این کار کردم که زندگی امید تو خطر نیفته. نمیشه به افسون اعتماد کرد، نمیشه با اون توافق کرد، زبون اون اینه. به خدا دارم دیوونه میشم، تو چرا سر خود داری کار میکنی؟ چرا؟ عزیز خانم، آذر کجاست؟ اینجا. آذر، زود میری پیش مامانت. نمیرم، حق با خاله عزیز است، نمیشه به افسون اعتماد کرد. چی میگی تو؟ نمیشه اعتماد کرد آذر، چون مامان بزرگم تو رو به زور اینجا نگه داشته. مامانت خیلی عصبانیه. من با خواست خودم اینجا میران. نفهمیدم آذر.
عزیز خانم تو رو به زور نیاورده اینجا؟ نه، با هم تصمیم گرفتیم. یعنی اگه افسون امیدو برگ برندش کرده، شما منو برگ برندتون کنین. همچین چیزی نمیشه. میران خواهش میکنم، ببین تنها ضعف افسون منم، جور دیگه نمیتونیم امیدو بگیریم. برو بهش بگو منو پیدا نکردی. بگو وقتی امیدو داد خاله عزیزه جای منو بهش میگه. من به نقشتون اعتماد ندارم. میران، ممکنه حق با اینا باشه. من افسونو خوب میشناسم. برای متوقف کردنش حتما باید توی دستت یا آتوی ازش داشته باشی، وگرنه کارش حد و مرزی نداره. باشه، همونی که میگین میشه. بازم نادیده میگیرم، ولی خواهش میکنم دیگه بیخبر از من کاری نکن، خصوصا وقتی پای پسرم در میونه. کار درستی کردم میران، حالا میبینی. ایشالله همینطوره مامان بزرگ، ایشالله. زحمت هایی که برات کشیدم حلالت باشه دخترم. ممنونم. اینو به خاطر تو نکردم، تو هم این افسونی. اینو به خاطر ریحان و میران کردم، قبل از همه به خاطر امید کردم.